دیوید بارسامیان بشنویم در شهر بولدر کلرادو. بارسامیان یه برنامه رادیویی داره، چندین کتاب نوشته، با چامسکی چند مصاحبه طولانی داشته. چند سال پیش هم همین تو همین استودیو اومد و صحبت داشتیم. در ارتباط با انتخابات آمریکا هم اشتباه کرد، اون فکر میکرد که هیلاری کلینتون میشه در 6 ماه قبل از انتخابات. خیلی اشتباه کرد. آره خیلی مصر میگفت که، یعنی این جالبه که متوجه نبودن که پشت صحنه یک اتفاق دیگه خیلی وحشتناک‌تر داره میفته و الان همشون متوجه شدم. بارسامیان رو بشنویم، گزارش شماره 4 رو، مصاحبه شماره 4 رو بی زحمت پخش می‌کنیم. یه مثال دیگه از نارسایی اون. در سخنرانی اون خلای هر گونه برتری دیپلماتیک بدون توجه به پروتکل ها حس می شد و این مسئله در حال فراگیر شدنه. از زمانی که آقای ترامپ سکاندار این کشور شده، من ایشونو خالی از هر گونه تحرک قابل توجهی می بینم. بسیار جالبه که بدون این رئیس جمهور فرانسه آقای ماکرون فوراً به دنبال روی از ترامپ پرداخت، در خصوص اینکه این توافق نباید نادیده گرفته شه. من فکر میکنم آنگلا مرکل هم چیزی شبیه این مطلب رو بیان کرد. خب حالا اگه ایالات متحده یه طرف دست به عملی برخلاف چنین توافقی با ایران بزنه، بیش از پیش منزوی خواهد شد و اون وقته که ترامپ در سکوتی بسیار مرگبار قرار خواهد گرفت. من فکر میکنم که مردم سراسر جهان از شنیدن نظرات به شدت خصمانه اون به طور کلی شگفت زده شدن. خب اون توسط افراد فعلی و سابق تحت مدیریتش خیلی تحت انتقاده و حتی رابرت میلر رئیس FBI نیز از حمایت از ترامپ دست برداشته. اون کسی بود که در واشنگتن به شدت مورد احترام بود و حالا به جمع منتقدین پیوسته. من وقتی که احساس کردم ممکنه ترامپ یک واکنش نظامی نشون بده، بسیار بسیار نگران شدم، به خاطر گرفتاری هایی که خودشو در اونا میبینه. جنگ با کره شمالی بسیار مخرب خواهد بود، مخصوصا برای کره جنوبی و شهر سئول با بیش از 11 میلیون نفر جمعیت که تنها چند کیلومتر از مرز کره شمالی فاصله داره. ژاپن با بیش از 110 میلیون نفر جمعیت در نزدیکی اونا قرار داره، چین هم به همین نحو، و هر گونه حمله به کره شمالی میتونه یک فاجعه بسیار بسیار وحشتناک به بار بیاره. این غیر منتظره نیست که سیاستمداران خود رو در یک شرایط پیچیده ببینن و وارد جنگ بشن. مثلا در این مورد ترامپ میتونه به مردم آمریکا بگه که خب ما اکنون در جنگ هستیم، ما باید متحد باشیم و حول پرچممون جمع بشیم، ما باید از قوای نظامیمون پشتیبانی کنیم. اون لحظه بسیار خطرناک خواهد بود و من به شدت نگران مواضعی هستم که ترامپ برای آمریکا میگیره و با هر کسی هم که صحبت کردم اونم بسیار بسیار نگرانه. دیروز در دانشگاه ماساچوست در وقت نهار با بیشتر دانشجویان حاضر در دانشکده صحبت کردم. مردم با نظرات ترامپ مخالف بودن. اونا از شنیدن حرفاش خیلی اذیت شده بودن. اونا خجالت زده بودن که یک رئیس جمهور آمریکایی در جمع رؤسای جمهور کشورها در سازمان ملل چنین سخنرانی خطرناکی انجام داده و اکنون که من به کلرادو بازگشتم میبینم که مردم در مورد اونچه که دیروز ترامپ گفته بسیار نگران و خجالت زده هستن و اصلا از این شرایط راضی نیستند. مردم
اینجا خواهان روابط خوب با ایران و کره شمالی هستن. اونا روابط حسنه با تمام جهانو میخوان. بنابراین من فکر میکنم که ترامپ بیش از اندازه بیانات جنگ طلبانه داره. امیدوارم که راهی برای مصالحه بین ایران و ایالات متحده وجود داشته باشه و منطقه‌ای که شما در اون زندگی میکنید دوباره روی آرامش و صلح به خودش ببینه و سایه داعش و سایر گروه های افراطی که بسیار تهدید کننده و بسیار خطرناک هستند از اونجا رفع بشه. پس به من اجازه بدید که همگی به امید دستیابی به صلح دعا کنیم. این داستان کره شمالی هم داستان جالبی شده. الان رسانه‌های دنیا همه بحث کره شمالی رو پیگیری می‌کنن. یکی از مواردی که همه جا تکرار میشه این هستش که کره شمالی از داستان ایران و برجام درس گرفته، به این معنی که الان آمریکایی‌ها ظاهرش این هستش که میگن بیایید مذاکره کنید و توافق کنید و مثلا فلان قرارداد رو با ما امضا بکنید. بحثی که الان مطرح این هستش که خب کره شمالی با توجه به عمل کردی که